طالبان ورود یک خبرنگار خارجی را به افغانستان ممنوع کردند. نماینده کنگرس آمریکا میگوید افغانستان بلست کشورهای حامی تروریسم افزوده شود. منتقل شدن بیش از 300 شهروند افغانستان از پاکستان به کانادا. آتش افروزی اجنه در هرات. گفتگوی صلاح الدین ایوبی با ملا هیبت الله. جزئیات بیشتر این خبر. سرنوشت نامعلوم پناهندگان افغان در کمپ ابوظبی. جاری شدن سیلاب‌های مهیب و مرگبار در نایجیریا. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار. آماج نیوز می نگارد فدراسیون جهانی خبرنگاران گزارش داده است که طالبان یک خبرنگار خارجی زن را اجازه ندادند تا وارد افغانستان شود. فدراسیون جهانی خبرنگاران چهارشنبه گزارش داده است که استفانی گلینسکی، خبرنگار خارجی که با رسانه‌های بین‌المللی کار می‌کرد، به دلیل تهیه گزارش‌های انتقادی از ورود به افغانستان منع شده است. با گفته این نهاد جهانی حامی خبرنگاران، استفانی گلینسکی که از سال 2018 و این سو با گاردین و فارن پالیسی کار میکرد، در ماه جولای سال جاری افغانستان را ترک کرده است. گلینسکی در یادداشت نگاشته است: پس از نشر مقاله هم زیر عنوان طالبان بر سر زغال سنگ در شمال افغانستان جنگ میکنند و یادداشت‌های انتقادی هم در مورد طالبان مورد حمله آنان در واتساپ قرار گرفتم و طالبان از من خواستند که منبعهایی که به آن دسترسی دارم را برایشان فاش کنم. فدراسیون جهانی خبرنگاران این اقدام طالبان را محکوم کرده و گفته است تمام آزار و اذیت و اعراب خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های داخلی و خارجی در افغانستان نقض شدید آزادی مطبوعات است و طالبان باید به همه خبرنگاران اجازه دهند تا بدون ترس از انتقام به طور مستقلانه کار کنند. این در حالی است که طالبان پیش از این نیز فعالیت خبرنگاران خارجی را محدود و از آنان خواسته که گزارش‌های انتقادیشان در مورد این گروه که اکنون حاکم افغانستان هستند را پس بگیرند. لورن بروبرت، نماینده جمهوری خواه کانگرس آمریکا، از وزارت خارجه این کشور خواسته است تا افغانستان را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار دهد. او افزوده است که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریست‌ها تبدیل شده است. خانم بوبرت با اشاره به تسلیحات بجا مانده به ارزش 7 میلیارد دلار آمریکایی هشدار داده است داعش و القاعده در حال رشد هستند و رابطه نزدیکی با طالبان دارند. آنها اکنون این توانایی را هم دارند که در خاک ایالات متحده بر ما حمله کنند. لورن بوبرت لایحه را برای افزودن اسم افغانستان به عنوان کشور حامی تروریسم به کنگره تقدیم کرده است. در این لایحه او از وزارت خارجه آمریکا خواسته است تا اسم افغانستان را کنار اسم چهار کشور دیگر، ایران، کره شمالی، سوریه و کوبا بیفزایند. این لایحه که تا حال 8 حامی داشته و همه جمهوری خواستند، گفته می شود تصویب این لایحه عملکرد رئیس جمهور آمریکا در قبال افغانستان را زیر سوال می برد. شان فریزر، وزیر مهاجرت کانادا، از رسیدن 311 شهروند دیگر افغانستان در یک پرواز اختصاصی از پاکستان به کانادا خبر داده است. او در تویترش نگاشته است که روز چهارشنبه 19 اکتبر از این تعداد شهروندان افغانستان هم در شهر آلیفاکس استقبال کرده است. فریزر همچنان افزوده است که این پناهجویان شامل عضوهای خانواده ترجمانهای افغانستان و کسانی که از ماموریت کانادا در افغانستان حمایت کردن می شود. نام برده تأکید کرده است که در حال حاضر 22,581 شهروند افغانستان به کانادا منتقل شده است. هفته قبل نیز 326 پناهجوی کشور از تاجکستان به کانادا منتقل شدند. آتش افروزی اجنه به هرات رسید. منابع محلی در ولایت هرات می گویند که 20 خانه در نتیجه آتش سوزی در این ولایت سوخته است. طالبان پیشتر آتش سوزی های مشابه در شمال کشور را کار اجنه خوانده و از مهار آن ابراز ناتوانی کرده بودند. آتش سوزی در قریه گلتوت ولسوالی ادرسکن ولایت هرات چهارشنبه 27 میزان باعث سوختن دست کم 20 خانه شد. باشندگان محلی میگویند که خانه ها به صورت خودکار و نوبتی آتش میگیرند. گفته می شود که در این آتش سوزی
یک زن آسیب دیده و مقداری از اموال خانه های مسکونی نیز سوخته است. اما مقامات طالبان در ولایت هرات تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. صلاح الدین ایوبی به قندهار فراخوانده شد. افغانستان اینترنشنال می نگارد. منابع می گویند رهبر طالبان صلاح الدین ایوبی فرمانده ناراضی ازبک در شمال افغانستان را برای ملاقات به قندهار فراخوانده است. منابع نزدیک با آقای ایوبی به افغانستان اینترنشنال تایید کرده است که در رأس یک هیئت به قندهار رسیده و قرار است با هیبت الله اخوندزاده دیدار کند. صلاح الدین ایوبی فرمانده ازبک تبار طالبان در شمال افغانستان در هفته های اخیر به دلیل نارضایتی از گروه طالبان کابل را ترک کرده و بزادگاهش به ولایت فاریاب رفت. منابع معتبر در فاریاب می گویند هفته گذشته هیئتی از طالبان به دیدار صلاح الدین ایوبی به میمنه رفتند. به گفته منابع سفر هیئت طالبان در فاریاب بی نتیجه بوده است. منابع نزدیک به صلاح الدین ایوبی می گویند که این فرمانده طالبان به خاطر نادیده گرفته شدن مشارکت ازبک ها در ساختار حکومت غصب زمین های ازبک ها توسط ناقلین در شمال از گروه طالبان ناراضی است و به همین دلیل از کار خود به عنوان معین وزارت احیا و انکشاف دهات طالبان در کابل دست کشیده و به فاریاب برگشته است. با این حال شماری از کارشناسان گفتند که صلاح الدین ایوبی در سالهای گذشته نقش برجسته در جنگ علیه دولت افغانستان و سقوط ولایت های شمالی داشت، اما پس از تسلط طالبان بر افغانستان از سوی این گروه نادیده گرفته شده است. پس از سقوط کابل توسط طالبان، صلاح الدین ایوبی از اولین فرماندهان طالبان بود که وارد ارگ ریاست جمهوری شد. احتمال بسته شدن کمپ ابوظبی می تواند ختم سرگردانی و اسکان این پناهندگان باشد که در یک سال گذشته در اعتراض و بی سرنوشتی چندین بار دست به تظاهرات زدند. مقامات امارات متحده در دیدار با پناهندگان ناراضی در کمپ ابوظبی گفتند که این مرکز را تا 3 ماه آینده می‌بندند، اما سفارت آمریکا تا هنوز وعده خاصی در مورد تسریع مراحل پناهندگی و اسکان آنان نداده است. تا حال بیشتر پناهندگان کمپ زبو در ایالات متحده یا کانادا اسکان داده شدند. احتمال بسته شدن کمپ ابوظبی می‌تواند ختم سرگردانی و اسکان این پناهندگان باشد که در یک سال گذشته در اعتراض به بی سرنوشتی چندین بار دست به تظاهرات زدند. کانادا 1000 نفر از پناهندگان کمپ ابوظبی را در این کشور پذیرفته است و برای پذیرش 500 نفر دیگر نیز آمادگی دارد. بقیه این افراد به احتمال زیاد در ایالات متحده ساکن خواهند شد. و در پایان، سیلاب در نایجیریا جان بیش از 600 نفر را گرفت و حدود 1.5 میلیون تن دیگر را آواره کرده است. رویتر صبح پنجشنبه 28 میزان گزارش داده است که بخشای از ایالت ریوز رز همراه با بخشای بزرگ از 32 ایالت دیگر نایجیریا را سیلاب که در 12 سال گذشته پیشینه نداشته غرق کرده است. هوب ایکیریکرو رئیس یکی از ایالتهای نایجیریا گفته است که 30 قایق به انتقال مردم به کمپهایی که برای اسکان 150 هزار آواره ساخته شده است کمک میکند. او همچنین افزوده است: ما قصد داریم افرادی را که تا به حال نمیخواستن منطقه سیل زده را ترک کنند نجات دهیم. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.